توی اطلاعی که منتشر شده گفتن 17 تا شرکت و فرد حقیقی تونستن این مجوز رو بگیرن مگه فرد حقیقی میتونه مجوز خدمات پس از فروش بگیره عرض به حضور شما برای ما هم جای سوال هسته چون تو جلساتی که با سازمان حمایت داشتیم مشخصا اومدن دو دسته شرکت و دو دسته متقاضی رو معرفی کردن به کسایی که واجد شرایط هستن بعد از اینکه اون زوابت رو داشته باشه یک شرکت هایی که وارد کننده اون قلم کالا هستند و خودشون شبکه خدمات پس از فروش رو دارن دو شرکت هایی که وارد کننده هستند و شبکه ندارن در قالب یک قراردادی انجام خدمات پس از فروششون رو از یه شرکتی میگیرن که خود اون شرکت اون سازوکار اون ضوابط اجرایی رو داره توی صحبت هایی هم که با سازمان حمایت شده به جز این دو دسته یا یعنی به جز این دو دسته شخص حقوقی کسای دیگه قاعدتا نمیتوانن عرض به حضور شما که این مجوز رو بگیرن باید دید که چه اشخاصی هستن و چه بستری رو فراهم کردن آیا اون ضوابط رو عرض به خدمتون که رایت کردن نکردن و موضوعاتی که برای واردات هست و پاسخگویی زمانت اجرایی قطعا اگه گرفتن اون موارد رو رایت کرد ولی من بعید میدونم که اشخاص حقیقی با توجه به تعریفی که سازمان حمایت از این موضوع به عمل آورده امکان گرفتن این مجوز رو داشته باشن. با توجه به اینکه حالا اعلام شده یعنی مثلا امکان داره که این به بعد شاید کارت گارانتی باشیم که مثلا روش زده باشه کارت گارانتی آقای جعفری یا مثلا چون الان اسم شخص حقیقی مطرحه یا اصلا سازمان یه همچین روی کردی داره که اگر یکی از در واقع اعضاش اصلا شما عضو حقیقی دارید عملا یا نه که اصلا بشه وارد یه همچین هر هم شد عرض به خدمتون که توی شاخهایی که سازمان نظام سنفی اعضا عضو میپذیره یه بخشش هم به اشخاص حقیقی و مشاوران مربوط میشه و حوزه کار مشاور و اشخاص حقیقی هم مشخصه به جز این فروشگاه هایی هستن که در قالب شخص فعالیت میکنن اما رفتن پروانه کسبی رو از اتحادیه زیربط گرفتن درست شخصا ولی یک پروانه کسبی رو از بایی سازوکاری رو گرفتن که اونا جدا شده از اشخاص حقیقی که اون پروانه کسب رو ندارن و شرکت ها شاید این افرادی که شما بیان کردید افرادی هستن که معرفی شدن به سازمان حمایت و اونا هنوز رسیدگی کامل نکرده این موضوع ما میتونیم پیگیری کنیم و تو نشست آتی به اطلاع عموم برسونیم توی شرکت ها اسم آواژنگ تو این 17 شرکت مثلا اسم آواژنگ نبود مثلا اسم از مادیران نبود در صورتی که اینها شرکت هایی هستن که سابقه دو ای توی عرصه خدمات پس از فروش آیتی دارن و اینکه با سالهای سال هم در واقع به عنوان برترین شرکت های خدمات پس از فروش اسمشون مطرح می شده جوایزی گرفتن اینو چی ارزیابی میکنه آیا این شرکت ها در این ممیزی در واقع واجد شرعه چناخته نشدن یا اصلا ورود نکردن به اون عرصه که بخوان ممیزی بشن بله. عرض به خدمتتون جالبه چون شرکت آواژنگ که خدمات آواژنگ که شما فرمودید درخواستش به اتحادیه هم داده بود به ما هم داده بود که ببینید از کدوم کانال زودتر به نتیجه میرسه و در رابطه همین شرکت سازمان حمایت به ما گفته بود که شرکت هایی که قبلا نشان کیفیت رو از سازمان حمایت گرفتن نیازی به انجام این پیش ممیزی نیست صرفا ما با معرفی به سازمان حمایت اونا خودشون بقیه کارها رو انجام میدن چون معتقد بودن که کسایی که نشان کیفیت رو از ما گرفتن خیلی پروسه سختگیرانه تری براشون رسیدگی شده و انجام شده و اینکه اون نگرفته چه تعجب داره دیگه